سلام، با ویژه برنامه یکس مسلم اسکاندیناوی عطیه نیکنفت هستم، به همراهی همکارم میلاد رسایی منش با شما هستیم. قبل از هر چیز میخوام آغاز سال جدید و بهار نو رو به همه شما شاد باش بگم و خوشحالم که هر سال دقیقا دو سه روز بعد از شروع بهار جدید ما با روز جهانی آتئیست با شما هستیم. این روز رو هم به همه مخاطبینمون در هر جای دنیا که هستن شاد باش میگم. دوستان میتونین ما رو به تماشا بنشینید از صفحه فیسبوکمون و کانال یوتیوبمون و همچنین میتونید ما رو بشنوین از کانال تلگرام نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. میتونید در کامنت ها سوالات و نکته نظراتتون رو برای ما بنویسید. در طول برنامه تلاش خواهیم کرد به سوالات مرتبط با موضوع و همراهی مهمانان برنامه پاسخگو باشیم. خب همونطور که میدونین موضوع برنامه امروز ما روز جهانی آتئیست هست و امروز 23 مارس روز جهانی آتئیست نامگذاری شده. دو مهمان عزیز در برنامه داریم که بسیار خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتن و در این برنامه همراه ما هستن. مریم نمازی عزیز، بنیانگذار نهاد اکس مسلم بریتانیا. من فکر میکنم که مریم نمازی اصلا نیازی به معرفی ایشون نباشه، همه ما ایشون رو میشناسیم و از تلاش‌ها و فعالیت‌هاشون باخبر هستیم. و همچنین سهیل عربی عزیز، آتئیستی که الان دیگه من فکر میکنم که تو این چند سال سهیل یک چهره بین‌المللی هست و یک فعال آتئیست هست که چطور برای انسانیت مبارزه میکنه و تلاش میکنه. بازم خیلی خوشحالم که این دو عزیز رو امروز در کنارمون داریم. خب من فقط یک نکته کوچیک بگم که خیلی به سهیل مربوط هست، اینکه خب مثل همیشه مدیای اجتماعی کمک ما کرد و امروز صبح من یک فیسبوک یک یادآوری خیلی زیبا برای من داشت که سال پیش دقیقا روز جهانی آتئیست من امیدوار بودم و آرزوی من این بود که و در فیسبوکم و اینستاگرامم اینو استوری کرده بودم که خیلی خوشحال میشم و امیدوارم سال دیگه روز جهانی آتئیست با سهیل برگزار کنیم این روز رو. آتئیست جسور و شجاعی که از تو شکنجهگاه های جمهوری اسلامی چطور داره مینویسه و حرف میزنه و امروز دقیقا فیسبوک این رو برای من یادآوری کرد. خیلی یادآوری زیبایی بود برای من و بسیار خوشحالم و برای من غرور آفرینه امروز سهیل عربی رو روز جهانی آتئیست در کنارمون داریم. بازم ممنون. من سوال اولم رو آغاز میکنم با مریم نمازی عزیز. به نظر شما چرا مهمه و چقدر تاثیرگذاره اینکه ما یک روز رو به نام روز جهانی آتئیست نامگذاری کنیم؟ سلام به شما عزیزان، میلاد و عطیه. واقعا ممنون از این دعوت و ممنون از اینکه این اجازه رو به من دادین که کنار سهیل عربی عزیز باشم و بتونیم در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. واقعا باعث افتخار منه. خب روز آتئیست یه روزیه که جمهوری آتئیست و سازمان‌های اکس مسلم بین‌المللی در سال 2019 اعلام کردن. الان 3 ساله که این روز به عنوان یه روز بین‌المللی شناخته شده و خب اهمیتش چندین دلیل هست که چرا مهمه. یکیش خب خود افرادی مانند سهیل عربیه، یعنی وقتی ما میبینیم که به خاطر بیخودایی، به خاطر اینکه یک کسی آتیسته داره شکنجه میشه، زندانی میشه و حتی اعدام میتونه بشه در بیش از 13 کشور اسلام زده، ما میدونیم که اهمیت ویژه‌ای داره که ما این روز رو اعلام کنیم و تاکید کنیم بر اینکه بی خدا بودن یک حق انسانیه و یک حقیه که باید به رسمیت شناخته بشه. تبعیضات زیادی هم علیه آتیستا وجود داره، نه فقط در کشورهای اسلام زده که خب البته بدترین شرایط برای آتیستا هست، ولی در خیلی کشورها، حتی میشه گفت مثل کشوری مثل آمریکا، کسایی که آتیست هستن بالاخره تبعیض میتونه علیهشون قائل بشه و کشورهای خیلی زیاد دیگه ای که بالاخره از حق پایه شهروندی میتونن محروم بشن و تا اینکه میرسیم به کشورهای مانند ایران و عربستان سعودی و پاکستان که حتی به خاطر بیخودایی یک نفر میتونه اعدام بشه. خب این روز برای همین اهمیت ویژه‌ای داره.
که تاکید کنیم، اولا که روشن کنیم این تبعیض و بیحقوقی رو و اعلام کنیم که آتیسم یه حق طبیعی انسان هاست. در ضمن خب ما میدونیم که وقتی که سازمان اکس مسلم ما برای مثال نزدیک 15 سال پیش شروع کردیم، خیلی ها احساس میکردن که به خاطر اینکه بی خودان مریضن، روانیان و احساس تنهایی خیلی زیادی میکردن، اینکه نرمال نیستن. و واقعیتش اینه که تعداد بی خدایان خیلی وسیعه و این روز کمک میکنه که آتیستا بتونن توی دنیا همدیگر رو پیدا کنن، احساس همبستگی کنن. و وقتی نگاه میکنیم به اون سمبل روز آتیست یا سمبل دایره سبز، اینه که خب دایره اولا یه سمبل قدیمی آتیستا است، در ضمن رنگ سبز نشون دهنده نزدیکی به طبیعته و یه یاداوریه که آتیسم اتفاقا برگشت به طبیعت انسانه، به خاطر اینکه مذهب یه چیزیه که تحمیل شده روی انسان. بچه‌ای که به دنیا میاد بی خدا به دنیا میاد، ولی بر مبنای جغرافیای جایی که به دنیا میاد یک لقب و یک مهر مذهبی روش میذارن. و خب این دلایلی هست که متفاوته که باید این کارو کنیم. و در ضمن خب یه روزیه که باید جشن بگیریم، چون همیشه آتیست بودن در خیلی مواقع برمیگرد باعث میشه که آدم سرکوب بشه، اذیت بشه، آزار بشه، تبعیض علیش قائل بشه. این یه روزیه که ما خیلی راحت باید بتونیم بیایم بیرون و بگیم ما آتیست هستیم، اشکالی نداره، نرمالش کنیم، عادی سازیش کنیم و تبوبش کنیم. ممنونم از توضیحاتتون. میلاد، من فقط یک نکته رو بگم، در هر جای برنامه شما نکته نظری داشتین حتما فرصت خواهید داشت که صحبت بکنین. من سوال بعدیم رو از سوال عربی عزیز دارم، اینکه چقدر برگزاری روز جهانی آتئیست چه تأثیری برای فعالین و چه تأثیری در داخل ایران داره؟ انسانی که تحت شکنجه است و خودش رو مؤثر میدونه و انسانی که تحت شکنجه است و خودش رو مؤثر نمیدونه. کسی که خودش رو مؤثر نمیدونه یک مقاومت بیشتری میتونه در برابر شکنجه داشته باشه. آتئیستی که توی زندان هستش، آتئیستی که داره توی خانواده خودش سرزنش میشه، توی مدرسه، دانشگاه، محیط اجتماع سرزنش میشه، وقتی که یک حمایت جهانی رو ببینه قطعاً خیلی راحت‌تر میتونه مقاومت بکنه در برابر این شکنجه‌گری. و از طرف دیگه وقتی که حمایت‌های جهانی صورت میگیره از آتئیست‌ها، به حکومت هم فشار میادش، کم کم ترس مردمی که تو ایران هستن هم میریزه. امروز خیلی با افتخار میان توی توییتر، توی شبکه‌های اجتماعی میگن من با افتخار یک آتئیست هستم. این اتفاقی که 20 سال پیش در حد یک معجزه و یک پدیده شگفت‌انگیز بودش که آدم ها بیان خودشون رو با افتخار آتئیست معرفی کنن. چرا؟ شما ما از بچگی سرکوب شدیم، حتی توی خانواده خودمون خیلی ها گفتن شیطان در روح نفوذ کرده که داریم این سوالها رو میکنیم، توی مدرسه انداختن اون بیرون. خب وقتی که این حمایت جهانی رو ببینیم، وقتی ببینیم یک روز جهانی هستش، ما دیگه خودمون مقصر حداقلش نمیدیم. وقتی که توی بازجویی ما رو کتک میزنن، یک لبخندی میاد روی صورتمون که این لبخنده اون بازی رو میشکنه. این لبخنده چرا میاد روی صورت من؟ چون که من میدونم یک کار بزرگی رو دارم انجام میدم به عنوان یک زندانی سیاسی آتئیست. توی دل خودم میگم این شکنجه ها مهم نیست، من دارم تاریخ رو عوض میکنم. اما داریم تاریخ رو عوض میکنیم با حتی برگزاری این روز، داریم به نسل جدیدمون شجاعت میدیم که اعلام کنه از قفس مذهب اومده بیرون. و این خودش کار خیلی بزرگیه، چون همه انسان ها آتئیست به دنیا میان، ولی توی کشورهای مثل ایران ما رو به محض اینکه متولد میشیم با اون شهادت اینی که در گوشمون میخونن توی یک قفس میندازن. بیرون اومدن از این قفس به مسابقه حکم ارتداد خطر اعدام داره، پس خیلی شهامت میخواد بیم بیرون. این حمایت جهانی باید میشه که شهامت ما بره بالاتر. ممنونم از توضیحات سهیل عربی عزیز و
مثل همیشه اینقدر زیبا بود که من خودم نتونستم خودم رو کنترل کنم. خب مریم نمازی عزیز، شما به عنوان بنیانگذار نهاد اکس مسلم بریتانیا هستید. در طول این حدوداً 15 سال یک نهاد سرشناس و خوشنام رو نمایندگی میکنین و اینکه میخوام بدونم که به نظرتون این نهاد رو تأسیس کردین، این همه سال فعالیت کردین، روند مبارزاتی اکس مسلم ها رو چطور ارزیابی میکنین در تمام این سالها، و الان تو سال 2022 این جنبش چه مختصاتی از نظر شما داره؟ خب این اکس مسلم بریتانیا که نزدیک 15 سال شروع شده و هول و هوش همون دورانی بوده که اکس مسلم آلمان از طرف مینا هدی بنیان گذار شده، اون اولین سازمان اکس مسلم بوده و بعد اسکاندیناوی و کشورهای دیگه. و جالب اینجاست که وقتی که این سازمان رو اعلام کردیم، روزنامه نگارای انگلیسی از روزنامه گاردین اومده بودن و میگفتن که شما دارین بی خودی سر و صدا میکنین، هیچ کسی به عنوان اکس مسلم وجود نداره و میخواین مثلا خودنمایی کنین و این اصلا یه موضوع مطرح توی جامعه نیست. و یادمه که ما وقتی اولین کنفرانسمون رو گرفتیم یه سال بعد از اون که تأسیس شده بودیم، یه کنفرانس خیلی وسیع توی لندن داشتیم و اونجا اکس مسلمی اصلا توی جمعمون نبود، یعنی همه کسایی بودن که مثلا انگلیسی بودن، پیشینه مسلمون نداشتن، آتیستای خاورمیانه اینا نبودن. و حتی وقتی ما اول اومدیم که یه پوستر درست کنیم از کسانی که میخوان اسم و نشانشون رو علنی کنن و بگن که این حق ماست که علنی بگیم ما آتیست هستیم و این کار تابو شکن رو انجام بدن، تعداد خیلی کمی حاضر شدن اسم و نامشون و رسمشون رو بدن که ما بتونیم این افراد رو مثلا نشون بدیم به عنوان اولین کسایی که میخوان این کار رو انجام بدن. ولی خب الان نگاه میکنیم 15 سال گذشته از اون روزها و میبینیم که واقعا اتفاقا نه، این یک موضوع اساسی جامعه ما هست و جامعه مردم دنیاست واقعا، و به خصوص مردمی که از جوامع اسلام زده میان. یعنی نشون دادیم که این سونامی بی خدایی که وجود داره به خصوص توی مناطق و کشورهای ما اهمیت داره، به خاطر اینکه هیچکی بهتر از کسایی که تحت واقعا اسلامی ها و راست مذهبی اون زندگی میکنن، زیر چکمه اونا زندگی میکنن، مذهب رو بهتر از اونا نمیفهمن و بهتر از اونا نمیدونن که چرا بی خدایی اهمیت داره و یک واقعا موضوع اساسیه برای زندگی بشری. یعنی همونطوری که سهیل هم گفت، واقعا این یه چیز طبیعیه، آتیزم یه چیز طبیعی انسانیه و اتفاقا مذهبه که دور میکنه انسانیت رو از اون طبیعت واقعی خودش و وجه غیر انسانی رو تحمیل میکنه روی بشریت. خب و این مشخصات این جنبش، خب میشه گفت که خب مسلماً به خاطر مطبوعات اجتماعی ما تونستیم این جنبش رو واقعا به طور سونامی ما به وجودش نیاوردیم، این ناخدا باوری وجود داشت و وسیع بود، ولی چیزی که میدیای اجتماعی و در ضمن سازمان یافتگی این گروه های اکس مسلم تونست به جلوی چشم مردم جهان بیاره اینه که این یک سونامیه از خدا ناباوری. و اینکه ما هممون، ببخشید، مسلمون نیستیم، شما هر چقدر میخواین این مهر مسلمون رو بذارین روی پیشونه ما نیستیم و تا حد اینکه زندگی خودمون رو در خطر بیاندازیم ما اعلام میکنیم علنی که ما نیستیم، اصلا کاری به این عقاید عقب مونده و ارتجایی نداریم و ما خدا ناباوریم. و خب یه مشخصش اینه، به خاطر اینکه ما توی دورانی این سازمان ها به وجود اومد و این جنبش به جلوی چشم مردم مشخص شد،
دورانی بود که دوران نسبیت فرهنگی و اینکه بالاخره به اصطلاح مردم ایران همه اسلامیان، مردم خاورمیانه همه اسلامیان، قوانین اسلامی میخوان، سنگسار و شکنجه و اعدام رو میخوان، این فرهنگشونه. و چیزی که ما نشون دادیم اینه که نخیر، این فرهنگ ما نیست، این فرهنگ اسلامیونه، این فرهنگ مذهبه، این فرهنگ اسلامه، فرهنگ جمهوری اسلامی ایرانه، فرهنگ ما مردم نیست. و خب به نظرم این خیلی کمک کرد که این بحث نسبیت فرهنگی و این راسیزم نسبیت فرهنگی که بی خدایان و آزاد اندیشان و سوسیالیستا و فمینیستا و آدمایی که بالاخره افکار انتقادی دارن و نمیدید و الان به طور وضوح میبینن اینو. و فکر کنم این یه مشخصه خیلی مهمه این جنبشه که سازمان یافته این کارو کرد. و خب همونطوری گفتم مطبوعات اجتماعی خیلی نقش مهمی داشت، به خاطر اینکه میشه مقایسش کرد با دستگاه های چاپ و چطوری اون دستگاه های چاپ مسیحیت رو زیر سوال بردن. الان سوشال میدیا و مطبوعات اجتماعی اجازه داد به ما که ما این جنبشمون رو نشون بدیم، به کل جهانیان نشون بدیم و اینکه واقعا آتیزم داره بیداد میکنه، به خاطر اینکه نیاز اجتماعی مردمه، نیاز انسان هاست که بتونن دور از عقاید ارتجایی و ضد زن و ضد بشری مذهب زندگی کنن و خب بتونن نفس بکشن. و یه چیز مهم دیگه ببخشید که میخوام با این تموم کنم اینه که وقتی ما در رابطه با آزادی بیان صحبت میکنیم، اهمیتش اونجاست که داری در رابطه با چیزایی که تابوئن صحبت میکنی، وگرنه اگر داری یه صحبتی میکنی که عادیه، خب مهم نیست که حق آزادی بیان داشته باشی، همه موافقن که این حق داری که این چیزا رو بگی. اونجاست که اهمیت داره وقتی که تابو شکنی میکنه و آتیز این خدمت رو داره به دفاع از آزاداندیشی میکنه و آزادی بیان میکنه. و در ضمن وقتی در رابطه با حق عقاید صحبت میکنین، اگر فقط از حق عقیده به مذهب صحبت کنین و ازش دفاع کنین، این حق نصفه دارین دفاع میکنین ازش، به خاطر اینکه حق بی خدایی و مذهب نداشتن هم یک وجه مهمه آزادی اندیشه است و آزادی عقیده است. و اینم یه خدمت دیگه است که جنبش آتیستی بی خدای اکس موزم داره به مردم دنیا میکنه. کسی که مسلمونم هست داره نفع میبره از جنبش ما، به خاطر اینکه شما اکثریت مسلمونای دنیا که عملا به خاطر این لقب و مهر روی پیشونیشون مسلمون دیده میشن، اکثریتشون طور زندگیشون متفاوته با اسلامیون. و وقتی ما جا رو باز میکنیم برای احترام به عقاید متفاوت من جمله بی خدایی، داریم جا رو باز میکنیم برای کسایی که میخوان مذهب رو به نوع خودشون زندگی کنن که دوره از مذهب فاشیسم اسلامی. ممنونم از توضیحاتتون. میلاد بازم میگم اگه تو نکته ای چیزی داری ما حرفای شما رو هم خواهیم شنید. من سوال بعدیم از سویل عربی عزیز هستش. اینکه خب همونطور که خودت هم میدونی سویل مؤسسه گمان طی سرشماری که انجام داده بود، تعداد افرادی که اعتقاد به اسلام و شیعه دارن رو حدوداً یک چیزی حدود 32% تخمین زده بود. خب شما فکر می‌کنید چرا تعداد افراد خدا ناباور در ایران هر روز داره افزایش پیدا میکنه؟ بی خدایی امروز مردم ایران بر اساس یک ماتریالیسم تاریخیه، چرا که خود دین هم محصول یک دوره تاریخی خواهده. ما با یک حکومتی سر و کار داریم که از طریق مذهب در تمام مناسبات زندگی ما داره دخالت میکنه. آزادی پوششمون در گروه مذهب، حقوقی که میخواد به ما بده رو در گروه مذهب میگذاره، تمام وجوه زندگی ما بسته این مذهب داره. چرا؟ چون ما با یک حکومتی سر کار داریم که برآیند مذهب و سرمایه‌داریه و اینجا استثناءً سرمایه‌داری در خدمت مذهبه. چرا؟ چون اگر این شکل از اقتصاد سیاسی رو نداشته باشه، دیگه آخون چجوری میخواد پول در بیاره یا یک
کسی که فقط بلده باطن سر مردم بزنه چجوری میخواد پول در بیاره. به خاطر همین مردم ایران بدونی که یه کتاب در مورد آتئیسم خونده باشن، بدونی که بدونن هیچن یه داکین که خودشون اندیشمند آتئیسم میشن. به این دلیل که هر روز با دین سر و کار دارن، سر کوچه گشت ارشاد یا خودشون رو میگیره یا خواهرشون رو میگیره، یکی از بستگانشون رو میگیره، روی آستین کوتاهش توی شرکت بهش تذکر میدن. تمام مناسبات زندگی مردم با این درگیره و به طور طبیعی نیاز به یک واکنش دارم و این واکنش میشه آتئیسم. توی دوره شبکه‌های اجتماعی داریم زندگی میکنیم، روشنگری خیلی بیشتر شده، آدم‌ها ترسشون از این که سوال کنن ریخته تا حد زیادی، دیگه بی خودها تنها نیستن و به همین دلیل ما همدیگر رو راحت‌تر پیدا میکنیم و همون اون مسئله انسانی که تحت شکنجه است و خودش رو مقصر نمیدونه، ما از این طرف داریم شکنجه میشه، ولی چون میدونیم که این راهکار نجات ما هستش، خیلی راحت‌تر به نسبت دهه 60 دهه 70 و قبل از اون داریم خودمون رو بروز میدیم و حتی دیگه امروز دره آتئیسم تبدیل به یک ارزش میشه. اگر که توی دوران نوجوانی ما میترسیم رو ابراز کنیم برای اینکه انگ شیطان پرست بودن به همون میزدن و گفتن که این وقت که بودید، ولی نه، الان خیلی با افتخار میاد این کار انجام میدن چون لازمه بازگشت ما به زندگیه. یعنی اینجا توی ایران اسلامی ما فعلا نمیتونیم به پیشرفت کنیم، فقط میتونیم بازگشت به زندگی داشته باشیم، بازگشت بیرون اومدن از اون قفسی که ما رو موقع تولدمون انداختن توش با اون اشهد و الله اله الا الله که توی گوش ما خوندن، حالا بیرون اومدن از این به مثابه تازه شروع به پیشرفته. به همین دلیل اکثریت مردم امروز وقتی ازشون بپرسی میگن مشکل اصلی ما مذهب، حکومت مذهبیه و مردم ایران و مردم افغانستان، مردم کشورهایی که تحت حکومت اسلامی بودن بهتر و بیشتر از هر کسی میدونن که باید به سکولاریسم گذر کنن، باید با قوانین این جهانی زندگی کنن، خسته شدن همه، حتی اون پدر مادرهای مذهبی هم که بودن نسل قبل از ما امروز دیگه فهمیدن که حداقلش باید حکومت و دین از هم جدا شه. ولی خب دیگه نسل جدید ما میگن دین باید کشته بشه، اگر خدایی هم وجود داره باید کشته بشه دیگه، بحث برای نیست که به دیندار بگیم تو خدا تو به من ثابت کن، میگیم تو اگه خدایی هم داری ما اونو میکشیم چون میخوایم راحت زندگی بکنیم. بسیار ممنونم از توضیحاتتون. خب مریم نمازی عزیز، فکر میکنین که جنبش خدا ناباوران رو چطور میتونیم تقویت بکنیم؟ خیلی ممنون. فقط اگر بتونم یه سری نکات قبل از اون در رابطه با صحبت‌های واقعا مهم سهیل اینجا اضافه کنم. یکی اینه که میدونین بالاخره همین صحبتی که مذهب رو باید کشت، یه واقعیت اینه که مذهب یه چیز واقعا یه ایدهی که نفرت پراکنی میکنه علیه زنان، علیه همجنسگرایان، علیه آزاداندیشان، علیه کودک، علیه هر چیزی که یک زندگی قرن 21 رو خوب میکنه و شایسته قرن 21 میکنه. و خب یه واقعیت اینه که اگر مذهب اون حمایت ها رو نداشت، اون پول کلان و دولت هایی که پشتشان رو نداشت و اینکه سودآور نبود برای سیستم موجود، واقعا به این شدت میشه گفت که تأثیر نمیتونه داشت توی زندگی مردم. سود هست توی اعمال مذهب در زندگی آدم ها که به این طور رواج داره و در زندگی همه یک نقشی داره بازی میکنه. میخوام بگم که یه منصور حکمت، یک مارکسیست ایرانی، میگه که میدونین مذهب مثل چیزه، مثل یه مافیاست، یعنی مافیایی که کلن دارن همش تزریقش میکنن و دارن با زور و با خشونت اعمال میکنن و اگر که ما بتونیم فقط اون قدرت رو ازش بگیریم،
اجازه میده که مردم بتونن راحت زندگی کنن. یعنی فکر کنم این یک مسئله مهمیه. درسته که کسی که میخواد به مذهب پی ببره این حقو داره، اینم باید حتما گفت. ببینین همونطوری که کسی که میخواد خدا ناباور باشه حق داره به باورات خودش، کسی هم که میخواد به اسلام باور داره، به اسلام یا به مسیحیت یا به یهودیت یا بهایی بودن یا هر چی، این حق داره. ولی در این حال حق داشتن به یه چیزی، ببخشید امیدوارم خوب دارم توضیح میدم با این فارسی کج و کلا، حق داشتن به یه چیزی، به یه باوری، به این معنی نیست که اون حق، اون باور یه چیزیه که باید بهش احترام گذاشت و اینکه باید اجازه داد که اون عقیده هر کاری که میخواد انجام بده. مثل فاشیسم یا راسیسم، بالاخره یک ایدهیه که ضد بشریه و باید جلوش ایستاد و باید به طور سازمان یافته علیهش مبارزه کرد، در حالی که خب افراد اجازه دارن که این عقایده داشته باشن. یعنی این یک نکته مهمیه که هر چقدر ما بتونیم قدرت مذهبو به طور سازمان یافته، به طور سیاسی، در سطح دولتی این قدرت ازش بگیریم، آزادتر میکنه مردم رو که هم خدا ناباور بشن، همین که اگرم مذهبی باشن مذهبشون تأثیر منفی کمتری داشته باشه توی زندگی خودشون و خانوادهشون و جامعه. و خب چیزی که سوی گفت، اینکه سکولاریزم و جدایی دین مذهب، دین و ببخشید مذهب از دولت، یک چیز واقعا اساسیه برای هر جامعه، به خاطر اینکه دوباره عقیده شخصی با یک سیستم دولتی و آموزشی و قانونی خیلی متفاوته و باید ما اینا رو حتما جدا کنیم تا اینکه بتونیم یه زندگی راحت تری داشته باشیم. در رابطه با اینکه یه چیز دیگه هم که یادم رفت بگم اینه که مسئله ارتداد و توهین به مقدسات. خب ببینین وقتی که یک عقیده اینقدر توهین آمیزه به بشریت، به زن، به همجنسگرا، به آزاداندیش، به اکس مسلم، به آتیس، به حیوانات، به کودکان، تنها راهش اینه که باید به اون توهین کرد. یعنی توهین به مقدسات واقعا انسانی ترین کاریه که میشه کرد. و یا ارتداد، واقعا اینا چیزایی که نه فقط عیب نیستن بلکه برگشت به طبیعت انسانی هن. هر پیشرفتی توی دنیا اگر تاریخ رو نگاه کنیم با توهین به مقدسات و ارتداد پیشرفته و مذهب همیشه جلوی پیشرفت بوده و اسلام و اسلام سیاسی الان یعنی پیش قدم اینن در دنیای امروزی، این که جلوی هر نوع پیشرفت و هر نوع حق انسانی هن. در مورد اینکه چطوری ما میتونیم جنبش آتیستی رو پیش ببریم، خب همون کاری که داریم الان میکنیم. ما باید سازمان یافته این کار رو انجام بدیم، باید هی سازماندهی کنیم، همدیگر رو پیدا کنیم، جمع کنیم همدیگر رو و دفاع کنیم. یک کار مهم اینه که دفاع کنیم بدون قید و شرط از کسانی که زیر شکنجن، زیر اعدامن، دارن اذیت و آزار میشن، تبعیض علیشون قائل میشه به خاطر بی خداییشون. و در ضمن خیلی راه رو انقدر باز کنیم که هر کی بتونه بگه آتیسته بدون هیچ تاثیر منفی و همه بتونن برگردن به اون چیز طبیعی انسانی. ولی یه چیز آخری هم که میخوام بگم اینه که آتیسم تنها کافی نیست. یعنی مذهب ریشه داره، دلیل مذهب در دنیای قرن 21 سودشه، برمیگرده به سیستم اقتصادی که وجود داره، برمیگرده به نیاز طبقه حاکم در کنترل زنان، کنترل مردم. و خب این ریشه ها رو هم باید دید. سکولاریسم یک بخش مهمیه در این مبارزه برای آزادی اندیشه و آزادی بی خدایی.
ممنون از توضیحاتتون مریم نوازی عزیز. در باب این که شما گفتین که باید دفاع بکنیم از افراد بی خدایی که زیر شکنجه هستن، در بند هستن، من میخواستم فقط یک نکته رو بگم که اگر جسارت های خود سهیل عزیز، مبارزات خودش از داخل زندان و همونطور مبارزاتی که مادر سهیل عربی فرنگیس مظلوم چطور جسورانه در مدیای اجتماعی همه جا عکس سهیل رو گرفت و صحبت کرد و همه جا حمایت کرد و گفتش که پسر من فقط به دلیل آزادی بیان زیر شکنجه، زیر حکم اعدامه و این اصلا انسانی نیست، همه جا صحبت کرد، همه جا پیام‌های سهیل رو منتشر کرد و چجور جسورانه حمایت کرد سهیل رو، و همینطور نهادهای اکس مسلم، جمهوری بی خدایان چجور این در فضای مجازی این رو منتشر کردن، پتیشن آماده کردن و حمایت کردن از عزیز که در بند بود به جرم خدا ناباوری، چقدر تأثیر گذاره. و همینطور که داریم میبینیم این مبارزات سهیل، خانواده سهیل و نهادهای اکس مسلم بود که الان امروز روز جهانی آتئیست 2022 ما سهیل عربی عزیز رو کنار خودمون داریم و چقدر مهمه که عزیزانی که در بند هستن خانواده هاشون از اونها صحبت بکنن، اخبار اونها رو به بیرون بفرستن، منتشر بکنن، برای ما بفرستن، برای مریم نوازی بفرستن، منتشر بکنیم و صدای اون عزیزان رو به گوش دنیا برسونیم. در این صورته که رژیم نمیتونه اونها رو اعدام بکنه، نمیتونه مخفیانه اونها رو بکشه و بدون در سکوت خبری اونها رو اعدام بکنه. مرسی، ممنون از شما. من سوال آخرم رو از سهیل عربی عزیز دارم، اینکه به عنوان یک فعال آتئیست که الان دیگه شهرت جهانی داری، سهیل جان پیام شما در روز جهانی آتئیست به مخاطبینمون چی است؟ ما سالهاست که داریم، ما آتئیست ها سالهاست که داریم برای حقوقمون میجنگیم و دستاوردهای بزرگی هم داشتیم. این که سالهاست داریم فریاد میزنیم که آتئیست بودن یک حق، آتئیست بودن جرم نیستش، ولی رجوع میکنیم به گفته گاندی که ما تنها یک حق داریم و این تکلیفه. همون آتئیست بودن نه فقط یک حقه بلکه یک تکلیفه. شکستن این زندانهایی که کشیش و آخوند و حاخام و هر نوع دین پروشی برای ما ایجاد کرده امروز یک تکلیفه. امروز دیگه فقط کار ما این نیستش که بیاییم از زندانی های آتئیست رو دگران دیشتفا کنیم، بلکه واقعا باید یک جنبش جهانی ایجاد بکنیم که این قفص‌ها رو بشکنیم، آموزش آزاد داشته باشیم. کاری که حالا جنبش پاستافارینی هم اومد کرد و گفتش در کنار آموزه دینی ما بیاییم فرگشت و علم تکامل رو یاد بدیم به بچه ها و بگذاریم بچه ها خودشون انتخاب کنن. مقابله با آموزش مذهبی یکی از وظایف ما هستش که خب اینو از تو شبکه‌های اجتماعی هم شروع کردیم، ولی چه بهتر که واقعا یک جنبش جهانی بتونه بیاد این رو در سطح خود مدارس بیاره. بچه ها از اولش با علم زیست و علوم تجربی بزرگ بشن، خرافات رو ممنوع کنیم، آموزش خرافات رو ممنوع کنیم به بچه ها، چون این یک واقعا بزرگترین جنایتی که در حق کودکان میکنن. ببینید تو این کشور رو از روز 7 سالگی و از روز اول مدرسه قرآن باید بخونیم، این که میام قتل و فی سبیل الله بخونیم زنان خود رو، یعنی ما با خشونت داریم بزرگ میشیم، بعد میبرن اون تعزیه نگاه کنیم، یعنی لحظه به لحظه توی کشور مذهبی زندگی کردن تحت شکنجه بودنه. و واقعا تمام مردم دنیا باید به داد این آدم های تحت شکنجه برسن. خیلی ما انسان های زیادی داریم توی زندان ها، چه توی ایران، افغانستان، کشورهای دیگه اسلامی که محکوم به اعدام هستن، محکوم به حبسای سنگین هستن. حالا تا جایی که حضور ذهن داشته باشم حامد قره‌اوغلانی هستش، مهراد یوسفی هست، سعدالله فاضلی هست و خیلی خیلی دوستای دیگه که ما متاسفانه به خاطر همکاری نکردن خانواده هاشون اسمشون رو نمیدونیم، میترسوننشون نهادهای امنیتی و دارن توی زندان های خیلی سختی حتی محروم از حقوق خودشون شکنجه رو تحمل کنن. زندان عراق الان پر از زندانی های آتئیست متهم به سب و نبی شدن. حالا جا داره که یک توضیح کوچیکی هم در مورد اتهام سب و نبی بدم، چون اکثر مردم فکر میکنن که سب و نبی کرده یعنی اومده فحاشی کرده، نه اتفاقا
واقعا کسی که سبب النبی محترم به سبب النبی شده اومده روشنگری کرده، یعنی اومده یک آینه تمام نمایی بوده در برابر مذهب و فقط نشون داده که این چی هستش، فقط به خاطر این که نشون داده چی هستش متهم به سبب النبی و محکوم به اعدام شد. حتی دو تا از قضاتی که من رو بابت سبب النبی محکوم به اعدام کردن به نقل از یک حدیث از شیخ کدینی که من رو محکوم کردن و اون حدیث این بود که هرگاه کسی پیامبر رو در حد فضل و کرامت و پیامبر اسلام یکسان بداند متهم به سبب النبی و محکوم به اعدام است. یعنی شما اگر که بگید علم ادیسون مساوی با پیامبر بوده باید اعدامت کنه. حتی بازم یک حدیث دیگه بود که میگفت اگر در جمع طلبات فرستاده بشه و شخصی آمدانه طلبات نفرسته این شخص سبب النبی کرد. یعنی ببینید این که ما از سکولاریسم صحبت میکنیم نه فقط به معنای جدایی دین از سیاست بلکه به معنای با قوانین این جهانی زندگی کردنه. ما داریم توی جایی زندگی میکنیم که از شیخ کدینی حدیث میرن و زندگی یک انسان رو میگیرن و این واقعا یک فاجعه بسیار بزرگیه که خواهش میکنم از همه مردم دنیا نسبت به این فجایه بی تفاوت نباشن. زندگی های زیادی پاشیده شده، من دوستان زیادی دیدم توی این زندان ها که به خاطر این اتهام ها اعدام شدن یا سالها توی زندان بودن، از معشوقشون جدا شدن، از فرزندشون جدا شدن، اینقدر شکنجه های شدید شدن که لکنت زبان دارن، هنوز نمیتونن توی اجتماع زندگی کنن، هنوز به زندگی طبیعی نتونستن برگردن. و حالا این چند نفری هستن که ما دیدیم و افرادی که توی این سالها اعدام شدن هیچ کس نفهمیده جای خودش داره. امیدوارم واقعا یک اتحادی بین همه مردم دنیا به ویژه آزاداندیشان آتئیست ها شکل بگیره برای نجات آتئیست هایی که تحت شکنجه هستن، برای نجات همه دیگراندیشان. ما حتی کسایی داریم که مثل خانم داوری به خاطر خانم مرجان داوری به خاطر ترجمه یک کتاب محکوم به 75 سال حبس شده. یعنی واقعا خیلی فاجعه که 75 سال زندگی یک انسان فقط به خاطر ترجمه یک کتاب توی زندان بسوزه و حتی توی زندان هم اینها رو تره طبقه‌بندی زندان برشون اجرا نمیشه، پیش زندانی هایی میفرستن که مواد مخدر مصرف میکنن، به این زندانی ها مواد مخدر میدن که اینا مثل اتفاقی که برای حادثه که برای سینا دهخان عزیز پیش اومد به چند تا از این زندانی هایی که مواد مصرف میکردن مواد مخدر دارن این بچه رو کتکش دادن، 20-23 سالگی به شدت کتکش دادن جوری که تمایل به خودکشی پیدا کرد، یا حوادثی که برای محمد نوری توی زندان عراق بود و موارد خیلی خیلی زیاد. این که همسرای زندانی های آتیست مجموع که ازشون جدا بشه، چند مورد ما داشتیم که همسرای زندانی آتیست رو مجبور کردن و بیشتر این تحقیلی ها توی زندان های جمهوری اسلامی تا جایی که دیدم علیه کسایی که اومدن روشنگری کردن در برابر مذهب، چهره واقعی مذهب، چون پاشنه آشیل این حکومت مذهب، اگر که مذهب نباشه آخوند باید دوباره بره روزه خواهی بکنه، آخوند دوباره باید بره پای قبر و دیگه نمیتونه پشت میز ریاست جمهوری بشینه و برگ برنده اینها فقط با چند تا مقاله از بین میره، فقط با این که بگی که این چه تاریخی داشته مذهب، برای چی مذهب ساخته شده، اینها نابود میشن. یعنی حکومتی که ادعا داره موشک های همه کس کش داره و هر جایی رو میتونه بزنه با چند تا مقاله ایمنش میشه. امیدوارم که یک اتحادی برای شکستن این هیوله ها به وجود بیادش و مردم رو نجات بده. با تشکر از وقتی که دادید. ممنونم سهیل عربی عزیز، مرسی از خودت که دعوت ما رو پذیرفتی و اینطور گرم و پر انرژی همراه ما بودی. من فکر میکنم که میلاد تو امروز به دلیل اینکه داشتی فنی رو هماهنگ میکردی خیلی ساکت بودی. مریم جان بفرمایید. ببخشید، من میخواستم یه چند تا نکته بگم و یکی اینه که واقعا
احترام بی کران برای فرنگیز مظلوم. من الان این 15 سالی که با اکس مسلمای مختلف کار میکنم، واقعا اکثریتشون دلایل خیلی ترامای زیادی دیدن، زندگیشون واقعا نابود شده، به خصوص به خاطر اینکه از سوی خانوادهشون، کسانی که واقعا بایستی بیشترین حمایت ها رو ازشون میکردن، به خاطر این خانوادهشون تردشون کرده، احساس شرم میکنن، فکر میکنن که آبروی خانوادهشون رو بردن که اعلام کردن بی خدا هستن. و واقعا میشه گفت که این فرنگیز مظلوم عزیز واقعا یک کاری کرده که فکر کنم راه و داره نشون میده به تمام مادر پدرانی که بچه هاشون بی خودان، که چقدر میشه انسانی برخورد کرد، چقدر میشه دفاع کرد از بچت، و اینکه بچت واقعا باید مهمتر از هر نوع عقیدهی و ایدهی باشه تو این جهان. یعنی واقعا میشه گفت که نمونه مادران اکس مسلم ها و آتیست هاست، و امیدوارم که راه و نشون بده به خیلی ها که دارن بچه هاشون رو ترد میکنن، و اتفاقا نباید احساس شرم کرد، باید احساس غرور کرد. و فکر کنم اون چیزیه که همیشه وقتی صحبت های فرنگیز مظلوم رو میشنویم، این احساس غروری به این واقعا پسری که داره و چقدر باعث افتخار همه ماست. چیز دیگه که میخواستم بگم که برمیگرده به صحبت های سوهل، و این اینه که میدونین دلیل داره قوانین ارتداد و توهین به مقدسات، به خاطر اینکه خیلی از کسانی که مثلا تقلید چیزن از این مولان آیتولان، اینا خیلی هاشون گفتن که اگر قوانین ارتداد و توهین به مقدسات نبود، اسلام از بین میرفت. یعنی یه واقعیت اینه که خوب میدونن که باید جلوی بی خدایی و آتیزم و توهین به مذهب و سوال و آزاد اندیشی رو انجام بدن، وگرنه مذهبشون در خطره. یعنی دقیقا اینو میدونن، و اگر نگاه کنیم به خیلی از گفتای حتی کسانی که توی دولت هستن، مثلا خود نشریه جمهوری اسلامی اون کلمه سونامی بی خدایی رو من پیدا کردم و ازش دارم استفاده میکنم، عربستان سعودی آتیزم و مساوی دونسته در قانون با تروریسم، و توی مصر برای مثال وزارت آموزش با وزارت جوونا با هم یه پروژه دارن برای جلوگیری از آتیزم در اون کشور. میخوام بگم که اینا میدونن که بی خدایی یه زنگ خطریه برای اسلام و برای حکومتاشون، و به همین خاطر به این سنگینی این قوانین ارتداد و اینا رو دارن. میخوام بگم که بعد یه نکته آخر اینه که ببینین توهین به مقدسات، میدونم بعضیا میگن که خب مثلا وقتی که داریم در رابطه با مذهب صحبت میکنیم باید بالاخره محترمانه صحبت کنیم، یه سری آدما میگن که خب مثلا این شخص چیزی نگفته یا این شخص زیاده روی کرده. میخوام بگم که دلیلی هست که هشتگ ریدم تو اسلام ترند میکنه و به جاس و برحقه، و میخوام بگم که وقتی که ما صحبت از آزادی بیان میکنیم و آزادی عقیده، این یه حق شخصیه و هر کی میتونه و این حق داره که هر طوری که دوست داره به مذهب حمله کنه، به عقاید ارتجایی و ضد زن حمله کنه. خلاقیت اینجا خیلی مهمه که ما چجوری این کار رو میکنیم. من مثلا باور قبول ندارم که کتاب رو باید سوخت یا سوزان، ولی خب یه سری آدم ها فکر میکنن از این راه با سوزاندن قرآن میتونن احساسات خودشون رو ابراز کنن، این حقشونه. و میخوام بگم که ما نباید محدودیت به وجود بیاریم برای نوع بیان افراد، و این به خصوص مهمه وقتی ما میبینیم که اسلام و اسلام سیاسی داره هر روز آدم میکشه، زندگی میلیون ها آدم رو سیاه کرده، و این آزادی که ما بتونیم به هر طوری که میشه اینو به چالش بکشیم اهمیت ویژه‌ای داره.
ممنون از توضیحاتتون. بله میلاد، تو امروز به دلیل اینکه فنی رو داشتی هماهنگ می‌کردی خیلی ساکت بودی. من چیز میکنم حتما تو الان فرصت داری که تمام حرفات واقعا برای منم خیلی سخته من میلاد پر حرف ساکت باشم. سلام میکنم به مریم نمودی و سهیل عزیز و دوستانی که دارن برنامه رو لایو میبینن، فریبرز و پویای عزیز و سایر دوستان. من فقط میخواستم یه نکته بگم. سهیل عربی اشاره کرد به لیست افرادی که در زندان هستن به جرم سرب النبی و زندانیان آتش شاید بشه گفت. میخواستم یادی بکنم از زندانیان آتیستی که در دهه 60 خورشیدی در زندان شکنجه شدن و اعدام شدن و مادرانی که در حقیقت مادران دادخواهی که از همون اوایلی که این اوباش اسلامی به قدرت رسیدن کنار فرزندانشون بودن، صداشون از جمله مادر اسمت شما بگیرید تا فرنگیز مظلوم که مریم نمازی در رابطه باهاش توضیح دادن. دیروز تو دادگاه حمید نوری منوچهر پیوندی گفت ما رو میزدن که نماز بخونیم، ما رو شکنجه میکردن که بگو مسلمان هستی. میگفت رفیق من که نماز نخوند انقدر زدنش که دچار آسیب روحی شد، اومد تو زندان خودکشی کرد. یعنی مقاومت علیه این جریانات اسلامی از روز اول توسط انسانهای آزاد آتئیست و بوده و امروز در سال 2022 ما قوی تر شدیم و میتونیم یه همچین برنامه داشته. فقط میخواستم یک یادی بکنم از اون عزیزانی که در دهه 60 شکنجه شدن، اعدام شدن، ولی ایستادن و گفتن نه، این اسلام انتخاب من نیست، کنار انسانیت و جنبش های انسانگرا و آوانگارد ایستادن. همین رو فقط میخواستم بگم، نکته دیگه هم ندارم. ممنون میلاد. مثل همیشه برای روز جهانی آتئیست من اینجا جا داره که حالا سریع این رو بگم، من تشکر بکنم خودم به شخصه به عنوان یک همکار، به عنوان یک اکس مسلم. میلاد بسیار زحمت میکشه هر سال، یعنی نه فقط برای روز جهانی آتئیست، همیشه یک همکار خوب و خوشفکره در کنار من و امروز هم خیلی زحمت کشیدی، فنی رو هماهنگ کردی. میلاد من خودم به شخصه خیلی ازت تشکر میکنم که امروز هم فرصت کمی داشتی برای حرف زدن، همین که اینقدر خوب فنی رو یه شوخی هم بکنم چون روز آتئیسته، بذارید یه مقدار فضا هم عوض بشه. دیروز ری شهری به مرگ طبیعی مرد در تهران و یه سری از آخوندهای دیگه. یکی از دوستان آتئیست من میگفت که این کار خداست، در آستانه روز آتئیست اینا یکی پس از دیگری دارن میمیرن. بله دقیقاً، شادی ما رو تکمیل کردن. البته که خب خیلی خوب بود که نمیمردن و تمام کسایی که دادخواه هستن، همه ماهایی که دادخواه هستیم برای تمام تاراج زندگیمون توسط اینها، میخواستیم که اینها محاکمه بشن. ولی خب از یک بابت دیگه هم هر روز که زودتر اینا نباشن، یعنی هر روزی که سریعتر از این دنیا برن و محو بشن و نباشن، آزادی زودتر به مردم برمیگرده و خبر خیلی خوبی بود برای روز جهانی آتئیست. مرسی میلاد. من فرصت میدم اگر اینکه سهیل عربی عزیز، مریم نمازی عزیز، اگر اینکه فکر میکنن که جنبندی لازمه برای بحث امروز ما و نکته‌ای دارن که بگن، ما میشنویم نکاتشون رو. اول مریم شروع کنه یا سهیل؟ بذاریم با سهیل تموم کنیم به خاطر اینکه هیچکی نمیتونه مثل ایشون صحبت کنه. فقط من میخواستم بگم که خب ممنون از اینکه این برنامه رو داشتین، واقعا تبریک میگم به همتون برای روز آتیزم و فکر میکنم که بالاخره یک جنبش واقعا مهمیه که هممون دست در دست هم داریم اینو به جلو میبریم و یک و اون حرف سهیل رو بعد تاکید کرد که واقعا نباید فراموش کنیم کسانی که به خاطر بی خدایی، به خاطر آتیز در زندانهای جمهوری اسلامی و در زندانهای کشورهای مختلف هستند و این یک نقش مهمیه که جنبش آتیستی در گذشته داشته، ولی باید هر چقدر بیشتر پافشاری کنیم که این عزیزان آزاد بشن و برگردن به آغوش خانوادهشون. یه چیز مهم دیگه هم اینه که خب ما باید سازمانمون رو و سازمان یا به طور سازمان یافته این جنبشمون رو پیش ببریم، دست در دست هم کنیم. یه سازمان بین المللی اکس مسلم وجود داره که سازمان های مختلف جز بشن و در اوت یک کنفرانس بزرگی هست که همه مسئولین سازمان اکس مسلم مختلف دارن میان به آلمان. این دفعه امیدوارم که خیلی ها بتونن که اینجا هستن بتونن یا از طریق بالاخره لایو استریم یا
حضوری اونجا باشن که ما بتونیم جمع بالاخره دوباره همدیگر رو ببینیم و برنامه بذاریم و استراتژی بذاریم برای سالهای آینده. دوباره سال امروز رو بهتون تبریک میگم و به امید اینکه هرچه قوی تر پیش بریم. ممنونم مریم جان. سویل عربی عزیز، صحبت شما رو میشتم. امروز روزیه که همه ما فریاد میزنیم و با افتخار اعلام میکنیم که آتئیست هستیم. من هم با افتخار اعلام میکنم که عضو کوچکی از این خانواده هستم، خانواده ای که با یک قلم در برابر تنابه داری استاده، خانواده ای که با یک قلم در برابر شمشیر مذهبی ها استاده، خانواده ای که با یک قلم در برابر تاریکی ها استاده و داره روشنگری میکنه. افتخار میکنم که جزء این خانواده هستم و تشکر میکنم از همه کسانی که هزینه دادن بابت این روشنگری، از دهه های پیش، از خیام، از رازی، از زندانی های سیاسی دهه 60، از عزیزانی که توی این سالها چوبه دار رو به جون خریدن اما پای شرافتشون ایستادن، از تمام مردمی که حتی با یک هشتگ از زندانی های سیاسی تحت شکنجه حمایت کردن و باعث شدن چندین حکم اعدام بشکنه، و به خودمون خسته نباشید میگم که در این نبرد نابرابر تونستیم این دشمن رو شکستش بدیم تا امروز پیشرفت های خیلی زیادی داشته باشیم و امروز تعداد خیلی زیادی هستن که با جرأت بیشتری با افتخار میگن آتئیست هستن. امیدوارم این نفرها همه به دست خودمون هر چه زودتر و زودتر بشکنن و از شما، از دوستانی که در رسانه ها از ما حمایت کردن بار دیگه تشکر میکنم. واقعا به ما روحیه دادید توی زندان ها. به لطف حمایت های شما و مردم ما در برابر این شکنجه گفت استادیم. امیدوارم هر چه زودتر جشن بگیریم آزادی تمام دوستانمون رو از این زندان ها. ممنونم. ممنون از صحبت‌های شما مریم نوازی عزیز و سهیل عربی عزیز. من فقط یک نکته در مورد این صحبت سهیل عزیز بگم که سهیل جان، شما نباید از ما تشکر کنین، ما از تو باید تشکر بکنیم که برای ما من به شخصه، دوستای من اینجا جایی که من زندگی میکنم تو هلند همشون تو رو میشناسن و جالبه که اصلا خیلی حیرت انگیزه این همه جسارت و شجاعت برای تمام این ها کاملا حیرت انگیزه و جالبه که همچنان حال تو رو میپرسن. روزی که تو آزاد شدی برای من خیلی جالب بود، تمام دوستان به من پیام میدادن و تبریک میگفتن. اصلا انقدر اون روز هیجان انگیز بود زندگی من که خیلی برام جالب بود و من خیلی احساس خیلی خوبی داشتم که فکر میکردم که وای چقدر این حس خوبه، انگار که ما دقیقاً یک خانواده بزرگ هستیم و همه از همه جای دنیا دارن برای ما پیام تبریک میفرستن که سهیل عربی آزاد شد. جالبه که همشون هم اصلا خیلیشون ایرانی نیستن اصلا و اصلا خیلی جزئیات رو نمیدونن اما تو رو میشناسن و من فکر میکنم که ما باید از تو تشکر بکنیم که با یک همچین جسارتی از شکنجهگاه های جمهوری اسلامی ایستادی و باز هم حرف خودتو زدی و هیچ وقت مواشات نکردی و همچنان گفتی که من حق دارم، من آزادی بیان میخوام و من یک آتئیست هستم. مرسی از خودت و مرسی از تو میلاد باز هم که این برنامه رو فنیش رو هماهنگ کردی و مثل همیشه همراه خوبی بودی. مرسی از همه دوستان که گرم و پر انرژی در لایو چت ما رو همراهی کردن، پیام‌های پرمهرشون رو برای ما فرستادن، دوستانی که همچنان دارن برای من و میلاد عکس میفرستن برای این روز، همه عکس‌های شما منتشر خواهد شد. مرسی از همتون و تمام دوستانی که همراه ما بودن. باز هم روز جهانی آتئیست رو شاد باش میگم به همه شما و امیدوارم که هر روز پرقدرت تر از دیروز بتونیم برای آزادی عزیزانی که در بند هستن به دلیل خدا ناباوری در همه جای دنیا تلاش بکنیم و همبستگیمون رو نشون بدیم. بازم مرسی از همه، روز روزگار خوشی رو برای همه شما دوستان آرزو میکنم.